همراهان بسیار بسیار عزیز ما، سلامی دوباره داریم خدمتتون و خیلی خوشحال هستیم که به اتفاق کشورمز عزیز برای ادامه درس قبلی، یعنی نگرش مسیح نسبت به زنان و خدمت اونها و جایگاه اونها در کنار مسیح، در خدمت مسیح، بتونیم همراه شما عزیزان باشیم. امروز میخواییم این موضوع رو بیشتر بررسی کنیم، ببینیم که آیا زنا در خدمت مسیح جایی داشتن و دارن، چون مسیح دیروز امروز تا به ابد همونه. هرچی که از کلام خدا یاد میگیریم راجع به عیسی مسیح برای امروز من و شما هم هست، و همونطور که عیسی مسیح زنان رو انتخاب میکرد و برای کار عظیمی استفاده میکرد، امروز هم دنبال زنایی میگرده که به او بله بگن. حتما به این برنامه توجه کنیم. آمین. شما هم یکی از اون زنها هستین، همراه ما باشین. در جلسه قبلی نگرش مسیح رو نسبت به زنان دیدیم که چطور در خدمتش مسیح با زنان ارتباط داشت، به اونها هویت میبخشید، به اونها اعتبار میبخشید و رابطه بسیار با محبت، با فروتنی و با فیض بود نگاه مسیح به خانوم ها، در شرایطی که بسیار زن ستیز بودن جامعه، یهودیا، یونانی ها و رومیا بودن، فرهنگی که مختلف بود اما همشون زن ستیز بودن. و مثلا فقط مال اون موقع نبود، الان هم زن ستیزی هست، الان هم عیسی مسیح کار میکنه، الان هم باعث شفا هستش. دقیقاً همینطور دیگه، کارش ادامه داره. و چقدر از خانم ها به خصوص تو فرهنگی که ما توش بزرگ شدیم خیلی محدودیت ها هست، خیلی زخم ها هست، و همون کاری که مسیح الان ما داریم راجع به این صحبت میکنیم اینه که ما 2000 سال پیش چقدر مسیح کار خوبی کرد، مال الانه. آمین. کارش مال الانه، مال توه، مال منه. خداوند امروز هم میخواد تو رو شفا بده، امروز هم برای تو ارزش قائله، امروز هم میخواد تو رو بلند کنه. یکی از بزرگترین دردهای بشر طرد شدگیه. نه. و زنها بیشتر از مردها طرد شدگی رو تجربه میکنن و درد میکشن، و اولین کاری که عیسی مسیح میکنه برای شفا اینه که بپذیره، میگه نزد من آیید، و به خانم ها و به زن ها میگه، میگه شمایی که زخمی هستید، شمایی که طرد شده هستید، شمایی که له شده اید، شمایی که به حساب نمیایید، نزد من بیایید، من شما رو شفا میدم. این مال 2000 سال پیش نیست، مال امروزه. پس این درس امروزه که ما مطالعه میکنیم نیست که حالا بگیم مسیح اون روزها چه کار میکرد، چون همون کارو امروز هم برای شما میکنه. آمین. واقعا همینطوره، و کاری که مسیح میکنه میبینیم که مسیح رابطه برقرار میکنه و ارتباط دوستی و دوستانه، و یاد میده یک چیزی که خیلی جالبه که بدونیم و بهش توجه کنیم، رابطه دوستی مرد و زن هست. اینکه زنها رو فقط رابطه زن و مرد رو در قالب یک رابطه جنسی نگاه نکنیم. مسیح میاد در یک رابطه مقدس و پاک، در یک رابطه سالم با زنها ارتباط برقرار میکنه و دوستی داره، و این یک نمونه‌ایه که برای ما واقعا قابل توجهه، به خاطر اینکه همیشه تا میگن مردم وای 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 مرد زن دوری کنی، نه چرا این دوتا زن و مرد چرا داشتن با هم حرف میزدن، جریان چی بود؟ و میخواد بگه که همونطور که تو رابطه زناشویی میگه روابط شفا بیابه، توی رابطه اجتماعیمون هم بعد این رابطه شفا داشته باشه. چه اشکال داره که یک مرد و زن یک رابطه سالم و خوبی با هم داشته باشن، بتونن با هم دیگه مشورت‌های خوب بدن، بتونن با هم دیگه همدیگه رو بنا کنن، همدیگه رو بلند کنن، مشوق همدیگه باشن. رابطه دوستی مسیح با مریم و مرتا خیلی جالب بوده. بله. یک رابطه خیلی صمیمی که حتی به خاطر مریم و مرتا میگه اشک میرزه اونجایی که ایلازر مرده، میره برای زنده کردنش، برای شفا، میگه با گریه اونها گریه میکنه. بله. یک رابطه صمیمی، خیلی شیرینه. میدونید چون که فکر انسان ها مسمومه، نمیتونن تصور کنن یک مرد با یک زن رابطه دوستانه داشته باشه. دقیقا. چون خودشون نمیتونن داشته باشن، چون چشاشون کثیفه، قلبشون آفره. کثیفه، فکرشون کثیفه، تا میگه مسیح، حتی مسیح، حالا ما که به جای خود، دقیقا. ما تا به خیلی تهمت ها میزنن، ولی
حتی خود مسیح میگه با مریم و مرتا میگن به بچه موضوع چی بوده؟ میگن بعضی خودشون گفتن موضوع خودشونه. دقیقاً بعضی هم مثلا گفتن که نه مریم زن عیسی بوده. شاید اینا ازدواج کردن، رابطه عاشقانه داشتن، در صورتی که همچین چیزی رو اصلا نمیتونن ثابت کنن، نیست، وجود نداره. ولی به خاطر همونطور که گفتیم، برادر رامز عزیز خیلی قشنگ اشاره کردیم، به خاطر این نگاه بیمار خودمونه. وقتی که ما بد نگاه میکنیم به چیزی، وقتی که دل بیمار داریم، همه چی از زاویه همون بیماری چشم خودمون میبینیم. توی قد به زن با چشم یک وسیله نگاه میکنن، غیر از اونم نمیتونن. این بیماریه، شما میگی بیمارگونه، بیماریه که زن یا چیز رابطه جنسیه یا مسئله جنسیه یا غیر از این نمیتونه باشه. دقیقاً. دوستی یعنی چی؟ یه مرد با یک زن با حرف بزنن یعنی چی؟ با هم خدمت کنن کنار هم یعنی چی؟ بله. چون نمیتونن درک بکنن. خدا میاد نه فقط زنها رو شفا بده، ما مردها رو هم باید شفا بده. چون میشه فکر مسیح رو داشت، دل مسیح رو داشت، میشه با جنس مخالف دوستی کرد بدون اینکه وارد مسائل جنسی شد. دقیقاً برای همین مسیح هم اشاره میکنه، میگه اگر در فکر خودت زنا کنی، در فکر خود نگاه ناپاک داشته باشی، همون لحظه در دل زنا کردی. برای اینکه میخواد این اتفاق بیاد از درون ما بیفته، این نوع نگرش تبدیل بشه. نگرش ماست که باید تبدیل بشه، نه اینکه رابطه ها رو بکنیم تو قفس. مثل هم کسا که میگه خودتو بپوشون بپوشون بپوشون، ولی آخرش هم نگاه میکنن از زیر سطح و پوشش هم اون فکر بیمار میره به هر جایی که دلش میخواد. اما اون فکری که مسیح داره اینو میگه، همطور که واقعا تو تعالیم مسیح همه جا میبینیم، میگه از درون باید پاک بشین. از درون میگه چیزی که میخورین شما رو آلوده نمیکنه، چیزی که از دهان شما بیرون میاد که میتونه باعث نجس شدن شما بشه. این فکری که توش بیماری نباشه، توش ناپاکی نباشه، باشه، ناپاک نمی‌کنه. آمین. و خود مسیح پیش قدم شد، نمونه شد. مسیح به عنوان کسی که اونجا میشناختنش، به عنوان یک شخص نمونه، شخص مقدس، شخصی که این همه معجزه می‌کنه و بیماران رو شفا میده، شخص رهبر روحانی و اثبات شده. او خودش میاد فرهنگ شکنی میکنه با زنان، همکار میشه، همراه میشه، دوست میشه، بدون اینکه مسائل حاشیه‌ای متفرقه پیش بیاد. مسیح خودش فرهنگ شکنی میکنه برای اینکه راه رو باز کنه و به ما اینو بده که شما میتونید در کنار زنای دیگه خدمت بکنید، مردم میتونید در کنار زنا باشید، به شرطی که فکرت باز شفا پیدا کنه مثل من. آمین. مسیح در اینجا هم برای ما نمونه شد، برای در اینجا هم داره دیوارها رو میشکنه که ما رو وارد یک فرهنگ انقلاب فرهنگی جدیدی بکنه. آمین. واقعا همینطوره. انقلاب دیگه‌ای که مسیح توی تعالیمش و کاراش انجام داد، آوردن مثال‌ها از زنان توی تعالیمش بود، چیزی که اون زمان اصلا مرسوم نبود، چیزی که میگفتن توی تعلیمتون یا تو صحبتاتون اصلا به زنا اشاره نکنیم. ولی مسیح میاد چقدر مثال‌ها از زنا میاره. بله، تو مثالم قهرمان پروریه مثلا. بله. خیلی مثال میارن از خودشون، خودشون قهرمان اون داستانه. دقیقا. عیسی مسیح داره میدونه داره چی کار میکنه تو داستاناش. زنایی که مثال میزنه قهرمانان ایمان هستن، قهرمانان دعا هستن و به یک نوعی هم داره درس میده، هم به طور غیر مستقیم داره به مردم نشون میده یک زن میتونه قهرمان ایمان باشه. آمین. واقعا همینطوره. تو مثال هایی که میزنه توی لوقا باب 15 آیه 80 مثال سکه های گم شده هست که اشاره میکنه به اون پیرزنی که سکه هاشو گم کرده و اون یک پیرزنه، یک زن هست توی مثال که میگرده و سکه هاشو پیدا میکنه. در مورد استقامت در دعا داره مثال میزنه توی لوقا 18 1 تا 8 آیات 1 تا 8 مثال اون بیوه زن و اون قاضی ناعادل هست که توجه نمیکنه، پافشاری میکنن قد که درباز بشه. توی متی باب 25 آیه 1 تا 13 در مورد اهمیت برای دعا برای بیداری و استقامت و ایستادگی برای بازگشت مسیح است که مثال باکره های دانا رو میزنه. و این مثال ها همه میبینیم که از زنها زده شده. من کمطور که گفتیم واقعا میخواد مثل این که این هویت زنها رو بهشون برگردونه از نظر اجتماع. این هویت در نظر خدا چیز گم شده ای نبود. خداوند مسیح از همون دریچه نگاه میکرد که این هویت داره، ولی توی این مثال ها انگار میخواد به دیگران بگه که ببین از نظر من زن و مرد با هم فرقی نمی کنن، برابر هستن. من هم از مردا مثال میزنم، هم از زنها، هم به مردها خدمت میکنم، هم به زنها، هم شاگردان مرد دارم و هم شاگردان زن. و این خیلی
چیز انقلابی بود در اون فرهنگ. بله امروز هم انقلابی واقعا. امروز هم خیلی مواقع به زنها اجازه داده نمیشه، ولی ما به عنوان فرزندان خدا، به عنوان کسانی که میگیم خدا رو میشناسیم، ما مسیحی هستیم، ما نجات مسیح رو دریافت کردیم، باید با او هم فکر بشیم. آمین. باید با او هم دل بشیم. و یکی از خیانت ها، یکی از دروغ هایی که شیطان به کلیسا گفته، نصف کلیسا که نصف بیشتر کلیسا که زنا هستن رو فلج کنه. شیطان همیشه مخالف زنا بوده، میترسیده از زنا، همیشه میخواسته اونها رو توی جعبه بگذاره که بهش آسیب نرسونن. ولی این روزها وقتی شده، بخصوص در ایران ما، خداوند زنهایی که زنهای ایرانی رو داره بلند میکنه که برای او خدمت بکنن، آزاد بشن، نه آزاد برای زدن، نه آزاد برای اینکه مردم رو زیر پا بگذارن، آزاد که مثل این زنها شاگرد مسیح باشن، مسیح رو به دنیا نشون بدن، رفتارشون، گفتارشون باعث شفا بشه، در حقیقت مسیح روی زمین باشن. این خواندگی زنهای ایرانیه. آمین. قهرمانان ایمان داشته باشیم توی زنامون، همطور که مسیح هم اشاره میکنه بارها به ایمان زنا، به اون ایمان عجیب و بالای زنها. یه مثالی که میزنه از زن کنعانیه که میگه ایمان این زن در کل اسرائیل یافت نشد، توی متی باب 15 آیه 22 تا 27. یعنی داره تشویق میکنه این ایمان رو. دوباره توی اون قسمتی که توی مرقس باب 12 آیه 41 تا 44 اشاره میکنه به اون پیرزنی که با سخاوت تنها داراییشو، تمام داراییشو که یک سکه بود میده و داره ایمان اون زن رو داره تشویق میکنه و میگه که این در سخاوت و در هدیه دادن چقدر این زن ایمانش بزرگه. و یا اشاره به محبت زن بدکارهی که میاد عطرش رو به پاهای مسیح میشکنه و پاهای اونو میشوره. واقعا این همه مثل قهرمانان ایمان هستن برای ما که الگوهایی هستن که ما هم میتونیم امروز همونطور باشیم. عیسی مسیح حس میکنم اونجا هسته از این داستان ها میگه، بعد میگه یاد بگیریم، داره واقعا همینه میگه. ما میگیم زنها نباید تعلیم بدن، مسیح میگه یاد بگیرید، یاد بگیرید. دقیقا همینطوره. و اهمیتی که مسیح به زنها میده، به درخواستشون میده. برادر رموز جان، توی یوحنا میبینیم اولین معجزش رو مسیح زمانی که میخواد آب رو به شراب تبدیل کنه به درخواست یک زن مادرش، اون درخواست میکنه ازش. سه مرتبه وقتی که مسیح مرده داره زنده میکنه، زنها هستن که ازش درخواست کردن این درخواست رو، و مسیح پاسخ داده به درخواستشون. و اینا میتونه واقعا نمونه هایی باشه که به ما نشون میده که قلب مسیح نسبت به زنها چی بوده. بله، و ما بعد قلب مسیح رو بگیریم. آمین. ایران نجات پیدا خواهد کرد وقتی زنهای ایرانی جای خودشون رو پیدا کنن. آمین. باعث شفا باشن، مردهای ایرانی جای خودشون رو پیدا کنن، شفا رو بگیرن. چون زنهای ایرانی خیلی زخمی هستن، مردهای ایرانی هم به نوع خودشون، ولی زنهای ایرانی به خاطر اون فرهنگ، به خاطر اون مذهب، همه چیزشون گرفته شده. و عیسی مسیح میگه من اتفاقا برای اونهایی اومدم که دنیا ردشون کرده، اونهایی که طرد شده اجتماع هستن. خود عیسی مسیح میگه اتفاقا من میخوام پوز بدم کسانی که فرهنگ، جامعه ردشون میکنه، ارزش براشون قائل نیست، من از همونها استفاده میکنم تا بقیه رو به خجالت بیارم. خداوند میخواد زنهای ایرانی اول شفا رو بگیرید، چون خیلی دلشکسته هستید، خیلی خورد شدید، از بچگی بی اهمیت بودید، توهین به شما شده، زیر پا رفتید، ازتون سوء استفاده شده، بعدم تمام تقصیرها رو گردن شما هم انداختن، اسمم روتون گذاشتن، زن خراب. ولی خداوند عیسی مسیح میگه همونی که ردتون کردن، توفتون کردن، مثل یک دستمال استفادتون کردن، انداختنتون دور، من همون دستمالو پاکش میکنم و طوری ازش استفاده میکنم که دنیا بدونن من هستم. شاید تو همونی، شاید تو همون دستمالی هستی که دنیا استفاده کرده دور انداختن، ولی مسیح تو رو برمیداره، پاکت میکنه و از تو استفاده میکنه برای خدمت دیگران، تا دنیا خجالت بکشه، تا دنیا بدونه دستی رو که، کسی رو که مسیح روش دست میگذاره چی میشه. حتی اگر در دنیا به حساب نمیاد، مسیح به حساب میاره. الان وقتشه. بله برادر هرمز عزیز، همطور که فرمودیم، واقعا چیزی که مهم بود توی خدمت زنا یک مسئله خیلی حساس و ریز هست که خیلی هم ریشه‌ای زمنن، این بوده که مسیح شاگرد زن داشته. اون چیزی که میگن نه
شاگردا همه مرد بودن و هیچ زنی شاگرد مسیح نبوده. بله، فکر میکنم اون 12 رسول شاگردان، در صورتی که عیسی مسیح 12 تا رسول داشت ولی شاگردان بسیاری داشت. یه جا میگه 70 تا، ولی حتی بیشتر هم بودن. بله دقیقاً. یه جای جالبی که میتونیم بهش مراجعه کنیم، لوقا باب 8 است، از آیه 1 میخونم، میگه پس از آن عیسی شهر به شهر و روستا به روستا میگشت و به پادشاهی خدا بشارت میداد. آن 12 تن نیز با وی بودند و نیز شماری از زنان که از ارواح پلید و بیماری شفا یافته بودند، مریم معروف مجدلیه که از او 7 دیو اخراج شده بود، یوانا همسر خوزا، مباشر هیرودیس، سوسن و بسیاری زنان دیگر. این زنان از دارایی خود برای رفع نیازهای عیسی و شاگردانش تدارک می‌دیدند. یعنی هم حضور فیزیکی داشتن، همراهشون بودن، داشتن در سفرها از شهر به شهر دیگه، در صورت که تو فرهنگ اون زمان بله. اصلا زنها اجازه سفر نداشتن به تنهایی، یعنی یا باید با همسرشون بودن یا با برادرشون یا با پدرشون، اما دارن خدمت میکنن. یعنی یک هنجار شکنی بوده اون کاری که مسیح داره انجام میده، هم خدمت میکنن، همون انتقال میدن اون چیزی رو که یافتن. میگه آزاد شده بودن از ارواح پلید و میرن دارن خدمت میکنن، از داراییاشون دارن خدمت مسیح و شاگردان رو ساپورت میکنن. دقیقا. ما البته کلمه شاگرد که به کار میبریم فهم میکنیم مسئله کلاس و قلم و بنویس، نه، شاگرد نه. یعنی کسی که داره کارآموزی میکنه تا کار استادش رو انجام آمین. بده دقیقا. این میگیم این زنان شاگرد بودن، این نبود که حالا ببینیم این چی میگه بنویسیم یاد بگیریم، اینها یعنی باید دنبال مسیح میرفتن، ازش یاد میگرفتن تا کار او رو انجام بدن. و میبینیم ما فراموش میکنیم، ما جایی که این 70 نفر رو 2 به 2 میفرسته، لوقا فصل 10، بله، این 70 زنان بودن توش، 2 به 2 میفرسته، زنان جز به اینها بودن که میفرسته برای خدمت، که میگه به شهر به شهر برید بشارت بدید، هر جا که پذیرفتن وارد شید، نپذیرفتن شما رو خاک پاتون رو بتکنید. یعنی آدم یادش میره، همش فکر میکنه شاگردان مردان دایمان. عیسی مسیح یک دیواری رو شکست و هنوزم میشکنه، شاگردان زن انتخاب کرد که از او بیاموزن، با او خیلی جالبه، با او باشن و از او بیاموزن و کار او رو انجام بدن. هنوزم این در بازه، خداوند عیسی مسیح هنوزم شاگرد میگیره. شاید شاگردی که میخواد شما هستید که بگید من به عنوان یک زن میخوام شاگرد مسیح باشم. چیزش چیه؟ شرایطش چیه؟ با او باشید، با او راه برید، از او بیاموزید و کار او رو انجام بدید. حالا کار او، بعضی ها بودن خدمت میکردن، بعضی ها حمایت مالی میکردن، با مسیح بودن، ولی ما اینو بگم، اون کلاس، اون شاگرد، اون کلاس شاگردی یا اون دوره شاگردی تمام نشده، هنوز عیسی مسیح دنبال شاگردان زن میگرده که با او باشید و کار او رو در جامعه خودتون انجام بدید. آمین. واقعا باز توی متا باب 27 آیه 55 میبینیم، 55 و 56 داره باز اشاره میکنه، میگه بسیاری از زنان در آنجا حضور داشتن و از دور نظاره میکردن، آنان از جلیل از پی عیسی روانه شده بودند تا او را خدمت کنند. در میان آنها مریم مجدلیه، مریم مادر یعقوب و یوسف و نیز مادران پسران زبدی بودند. یعنی همه جا میبینیم که واقعا حضور داشتن و کنار مسیح بودن زنها. و یه جایی که خیلی جالبه بهش اشاره میکنیم، داستان مریم و مرتا، زمانی که بله. مسیح میره به خونه مریم و مرتا و مرتا میاد اعتراض میکنه، میگه که استاد نمیخوای بگی به مریم که بلند شه بیاد با من کمک کنه، داریم خدمت میکنیم. و اشاره میکنن که میگه نه، اون نزد پاهای من، اون نصیب بهتر رو انتخاب کرده که نزد پاهای من نشسته. و همیشه تفسیری که از این آیه میشه اینه که نشسته داره سخنان مسیح رو گوش میده، در صورت که واژه‌ای که برای نزد پایهای من استفاده شده، واژه‌ای که برای یک رابی استفاده میشده زمانی که یک شاگرد رو داشته تربیت میکرد، یعنی بهش تعلیم میداده که اون بره به دیگران تعلیم بده. و همون واژه‌ای که پولس در مورد خودش و غمالایل داره استفاده میکنه، میگه یعنی وقتی نزد پاهای کسی میشینی، یعنی که داری شاگردیشو میکنی برای اینکه خودت شاگرد بشی و دیگران رو تعلیم بدی. آمین. همینه نقشه خداوند برای همه ما اینه و به خصوص زن ها، فرقی نمیکنه. تو شاگردی مسیح میگه من هنوز شاگرد میپذیرم، مرد و زن، ولی شرط داره، شرط داره.
شرط داره، هم برای هم مرد هم برای زن. مسیح میگه اگر میخوای شاگرد من باشی باید خودتو انکار کنی، صلیب خودتو برداری، با من بیای و از من بیاموزی. آماده هستیم؟ چون زنهای بسیاری رو خدا در ایران داره میخونه که ایران رو عوض کنن، خانواده‌هاشون رو عوض کنن، به شرطی که قدم اول بگن عیسی مسیح باهات هستیم، عیسی مسیح ما شاگرد تو هستیم. آمین. واقعا من مسئله نکته دیگه‌ای که وجود داره در فرهنگی که گفتیم به زنها حق تعلیم دادن هم نداشتن، نباید به زنها تعلیم داده میشد، مسیح میاد مباحثات الهیاتی میکنه با زنها. خیلی جالبه، یعنی بحثای الهیاتی خیلی سنگین رو داره با زنها انجام میده. توی متی باب 15 آیه 22 تا 28 با زن کنعانیه که داره اون بحث و نکته الهیاتی داره، اونم با یک زن کنعانی غیر یهودی که اصلا دو برابر به حساب نمی آمد. دقیقا نکته دوم زن سامریه بر سر چاه آب تو یوحنا 4:27 میتونیم رو ببینیم. باز یک زن سامری که هم داستانای خودشو داشته، هم نجس بود، هم سامری بود، هم ازدواج نکرده بود و شرط خودشو داشت. یک مبحث عمیق الهیاتی رو داره مطرح میکنه. یوحنا 11:27 اون جایی که مارتا میاد اشاره میکنه به مسیح بودن مسیح، اعترافی که میکنه میگه معادل اعتراف پتروسه. یعنی اون مکاشفه‌ای که از مسیح بودن عیسی داشته مارتا معادل همون اعتراف و مکاشفه‌ای که پتروس از یه تو پسر خدا هستی برای اونم باز شده بوده کیه. یعنی دقیقاً مسیح میخواد نشون بده که هیچ تفاوتی بین زن و مرد براش وجود نداره و هر دو رو یکسان و برابر میبینه. آمین. همینه. آمین. و دل مسیح رو برای ایران بگیریم، ایران ما عوض خواهد شد. ولی قبل از اون که ایران عوض شه بعد خانم‌های ایرانی، زنان ایرانی جای خود رو پیدا کنن، هویت خودشون رو پیدا کنن، بدونن به حساب میان، عددی هستن، مسیح رو شما حساب میکنه، از شما داره دعوت میکنه زنان ایرانی که شاگردش بشید، او رو خدمت کنید، با او راه برید و عامل تبدیل دیگران باشید. این دعوت رو داره. میگی من نمیتونم، من قلبم شکسته. خدا من میگه بیا شفاتم میدم. اگر حتی در گناه هم بودی پاکتم میکنم. بعضی از شاگردانش فاحشه بودن که خدا عوض کرده بود. پس هیچ عذر و بهانه‌ای نیست. تو زندگیت میتونه عوض شه. مسیح میخواد تو رو عوض کنه و میخواد از تو برای یک کار عظیم، برای شفای دیگران استفاده کنه. فقط منتظر تو بگی بله یا نه، چون زور نمیکنه. آمین. همینطور هست. میخواین دعا کنیم؟ بله آمین. خداوند را شکر میکنیم که تو برای تو زن و مرد فرقی نمیکنه. تو به قلب ما نگاه میکنی، به ایمان ما نگاه میکنی، به بله های ما گوش میکنی و امروز خداوند را بله به تو میگیم. خدایی که فرق نمیگذاری، خدایی که محبت هستی و خداوند را دعا میکنم، شفاعت میکنم برای زنهای ایرانی. خداوند هر چقدر کوبیده تر هستن از اونها بیشتر استفاده کن، هر چقدر ترد شده تر هستن اونها رو بهتر بپذیره خداوند. و دعا میکنم از میان زنان ایرانی، اونهایی که جامعه رد کردن، جامعه کنار گذاشتن، مردم استفاده کردن و دور انداختن، از اونها استفاده کنی برای کار عظیم، برای تبدیل ایران به نام عیسی مسیح. هر زنی که امروز به تو بله میگه، همین لحظه روح خود رو بر او بریز، آیندهش رو بهش نشون بده، قدرت خودت رو به اون نشون بده خداوند، تا از این ضعف ها آزاد شده و وسیله دست تو برای تبدیل زندگی های دیگران باشه. در نام عیسی مسیح می طلبم. آمین. 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 ممنون. خیلی ممنون که همراه ما بودین. شما رو به خداوند پرفیض و پرمهر می سپاریم. تا جلسه بعد، خدا نگهدار شما. شدم از مهر تو شیدای شیدا، با نور روحت سر هستی شد هویدا. شکرت کنم درمانگر هر درد و ترسم، در خون تو کردم حیات و روح پیدا. ای منجیم، ای شاه من قدوس عیسی،
با تو ندارم من غمی را هم مهیا. عیسی تو فرزند خدا بهرم نجاتی، جانم ز تو یابد حیات و زندگی را. عیسی تو فرزند خدا بهرم نجاتی، جانم ز تو یابد حیات و زندگی را. شدم از مهر تو شادان و شیدا، با نور روحت سر هستی شد هویدا. شکرت کنم درمانگر هر درد و ترسم، در خون تو کردم حیات و روح پیدا. روح القدس باشد درون من امانت، باشم همیشه شد و بحر کلامت. روشن نمودی زندگیم ای خدا، کردی مرا پیروز در روز قیامت. روشن نموری زندگیم ای خدا، کردی مرا پیروز در روز قیامت. ای منجیم ای شاه من قدوس عیسی، با تو ندارم من غمی را هم مهیا. عیسی تو فرزند خدا بهرم نجات، جانم ز تو یابد حیات و زندگی را. عیسی تو فرزند خدا بهرم نجات، جانم ز تو یابد حیات و زندگی را.
Merhaba arkadaşlar, ablarım, arkadaşım. Hoş geldiniz burada. Berkaç'ım dedi Berat İslam. Hoşuma gitti aşpazhaneye. Tarabat. Joseph هستم. امروز میخوایم یک دسر ترکی با هم دیگه درست بکنیم. یک دسر بی‌نظیر، خوشمزه، خوش‌عطرو با یکم چاشنی ایرانی. برای درست کردن کادایف، کادایف پنیری، دسر داغ امروز ما به رشته های کادایف نیاز داریم، به پسته گردوی خورد شده، کره آب شده و پنیر موزارلای تازه اگر نبود ورقه‌ای، اگر نبود رنده شده. خیلی راحته این دسر، اصلا سخت نیست و هیچ ابزار خاصی هم نیاز نداره به غیر از یه مایتابه کوچولو. خب برای درست کردنش باید اول بیاییم رشته های کادایفمون رو خورد بکنیم. خیلی لازم نیست خورده خورد بشه، خیلی هم نباید درشت باشه، طوری باشه که اگر چنگال میزنیم تو این دسر ازش رشته ها آویزون نشه، خیلی راحت و شیک بتونید این دسر رو مصرف کنید. فکر میکنم کافیه برای مایتابه کوچولویی که دارم. از این طرف هم چند تا برش بزنم و اینا رو با دستمون باز میکنیم، میریزیم توی یه ظرف دیگه، چون الان میخوایم بهش کره آب شده و گردومون رو اضافه بکنیم. این دسر بسیار بسیار محبوبه و بسیار خوشمزه و من به خاطر اینکه یه ذره ایرونیش بکنم بهش زعفرون اضافه کردم. خود دسر ترکی، خود کادایف ترکی اصیل هیچ چاشنی نداره، هیچ عطربویی نداره، فقط بسیار خوشمزه و خوشرنگ و لعابه. خب من اینا رو خورد کردم، الان میخوام بهش کره و گردوی خورد شدم رو اضافه بکنم. من فکر میکنم برای نصف بسته کنوفه ای که دارم تقریبا میشه دو سوم پیمانه کره بهش اضافه کردم. یه مقداری گردوی خورد شده و با دستمون حسابی اینا رو با هم دیگه قاطی میکنیم. من از قبل یه مقدار شربت شکر خودمون، شربت شهد و نمیدونم حالا هر چیزی بهش میگن سیروب شکر آماده کردم، با یه مقداری هل، یک پیمانه شکر، یک پیمانه آب و یه مقداری زعفرون گذاشتم. یه مقدار با هم دیگه جوشیده، یکم غلیظ شده و الان گذاشتم که یکم سرد بشه. برای تمام باقلوه ها و دسر ها باید یکی از آیتم ها خنک باشه، یکیش باید حتما داغ باشه. مثلا شربت یا باید سرد باشه باقلوای ما گرم باشه، یا شربت گرم باشه باقلوا سرد بشه. خب ما یه مقدار از این باقلوامون رو کف مایتابه پخش میکنیم و بهش پنیر موزارلا اضافه میکنیم. پنیر موزارلایی که من استفاده کردم پنیر موزارلای تازه است، اما هر نوعش رو اگر در دسترس دارید میتونید استفاده بکنید. این دسر یک کم عجیب غریبه، چون هم داغه، همین که وقتی دارید میل میکنید حسابی سورپرایزتون میکنه، چون کش میاد مثل پیتزا، ولی شیرین و خوشمزه است. من وقتی اولین بار این دسر رو خوردم حسابی ذوق کردم برش، من مطمئنم شما همینطوری خواهد بود، حسابی از درست کردنش لذت میبرید. یه مقدار دیگه گردو برای خوشمزه تر شدنش و یه مقدار دیگه کادایفمون که الان دیگه داره تبدیل به کنوفه میشه روش میریزیم و حالا با دستمون طوری حسابی فشارش میدیم که به هم دیگه بچسبه. تو چند دقیقه دیگه روی گاز با هاتون بقیه دسر رو هم درست میکنیم. من برم دستمو بشورم، برم سمت گاز، شما تشریف بیارید. کنوفه ما یه طرفش کاملاً
طلایی شده با یک مایتابه که یه مقدار بزرگتر از اونه به این سبک. کنوفه رو برمیگردونیم. طلایی، کریسپی و بسیار بسیار خوشایند. میخوام قهوه ترک باش بخوریم، برای اینکه این یک دسر ترکی هستش. باید انقدری پخته بشه و گرما به کنوفه ما برسه که کنوفه پنیر داخلش آب بشه. ما قرار نیستش که این نودل رو بپزیم، برای اینکه این نودل تقریبا نیمه آماده است، فقط با یه حرارت کوچیک قابل خوردنه. من الان دارم تلاش میکنم کاری بکنم پنیر موزارلایی که لابلای دسر هست حسابی آب بشه و اونطوری که من دلم میخواد و اصلش هست چنگال میزنیم تا این کش بیاد و بسیار خوشایند با یک قهوه ترک خوش عطر تو یک عصر زیبای پاییزی. هم قهوه ما هم کنوفه ما آماده است. میخوام حسابی تا وقتی که داغه داغه سرویس کنم. اول میخوام این قهوه ترک بی نظیر رو بریزم که با کنوفه بسیار بسیار میچسبه. حسابی جای همه شما خالی. خب اینو مثل تحچین خودمون برش میگردیم خیلی راحت و توی ترکیه با یه اسکاپ بستنی وانیلی سرو میشه. بعد یه ذره اینو زودتر از فریزر در می آوردم ولی خب اشکالی نداره. اینا کیه؟ پوت پستمون رو خورد میکنم میریزم روش و اصل مطلب که شهد شیره ماست. من عاشق این صدام، صدایی که داره میگه بیا منو بخور. خب آماده است، حسابی ازش لذت ببرید. این قهوه برای من و این برای شما. به زودی میبینمتون، منتظر ما باشید. خداحافظ. سلام عزیزان، دوستان خوبم، خیلی خوشحالم که دوباره امروز میتونم در خدمت شما باشم. مبحثی رو که امروز برای شما در نظر گرفتیم در مورد بیماری های اوتوایمیون هستش. خب بیماری های اوتوایمیون چه بیماری هایی هستن؟ کلن بیماری های اوتوایمیون به دسته از بیماری ها گفته میشه که در اثر خود ایمنی ایجاد میشه، یعنی دستگاه ایمنی بدن به طور اشتباه به خود بدن حمله میکنه. معمولاً بیماری های اوتوایمیون یا خود ایمنی در خانم ها شویشون بیشتر هستش و شایع‌ترین یک دست از بیماری ها رو در حقیقت اینها شامل میشن که شایع‌ترین اونها لوپوس، آرتریت روماتوئید و ام اس هستش.
و خیلی از اندام ها و بافت های بدن رو میتونن بیماری های اتوایمیون درگیر بکنن. حالا اینکه چرا شیوعش در خانم ها بیشتر هستش، احتمال داره در مورد زمینه ارثی باشه، یک سری عفونت ها و کلا مشکلات خاص باشه، ولی علت اصلیش واقعا ناشناخته هستش. بیماری به این صورته که یک زمانی علائم به شدت خودش رو نشون میده، یه مدت فروکش میکنه، یعنی علائم به صورت فروکش و شعله ور شدن وجود داره. مبحثی رو که من برای شما در نظر گرفتم بیماری ام اس هستش. بیماری ام اس متاسفانه شیوعش داره، به خصوص در ایران شیوعش داره بیشتر میشه و میخوام امروز در حقیقت این بیماری رو باز بکنیم و بیشتر در زمینه درمان و پیشگیری اون تاکید بکنیم. بیماری ام اس یک بیماری التهابی هستش که در اون پوشش در حقیقت سلول‌های عصبی یا غلاف میلین در مغز و نخاع دچار آسیب میشه و این آسیب دیگه باعث میشه که در خیلی از قسمت‌های بدن بیمار به خصوص در اون اندام‌های حرکتیش مشکلاتی رو ایجاد بکنه. حالا معمولاً نشانه‌های بیماری ام اس رو به 4 دسته تقسیم می‌کنن. نشانه‌های جسمی داریم یا فیزیکال، نشانه‌هایی که در عملکرد مغز مشکلاتی پیش میاد، نشانه‌های سیستم عصبی داریم که یعنی سیستم عصبی دچار آسیب میشن و نشانه‌های روحی روانی. کلن نشانه ها یک طیفی از علائم رو شامل میشن. البته این نیستش که بگیم که تمام این علائم در یک بیماری ام اس وجود داره. بعضی وقتا یه سری علائم در یک بیمار هستش، یه سری علائم نیستش، یا اینکه این علائم فروکش میکنه، یا اینکه اصلا نمیخوایم بگیم که اگر یک علامت خاص در یک بیمار وجود داره یعنی که اون بیمار حالش وخیم هستش. کلن دیده شده که حتی اون بیمارانی که سالها این مشکلات رو داشتن و علائم داشتن میتونن حتی یک زندگی طول زندگی نرمال داشته باشن، یعنی میتونن سالها زندگی بکنن، البته با مشکلات دست و پنجه نرم میکنن، ولی میتونه روی عمر بیمار اثری نذاره و بیمار عمری حتی طبیعی داشته باشه. در مورد نشانه های جسمی بیماری ام اس، خب مشکلات در ایستادن، راه رفتن و تعادل بدن یک مشکل خیلی شایع هستش. مشکلات بینایی دارن در اونها که به صورت دوتا دیدن و تاری دید هست. مشکلات در دمای بدن دارن، بعضی وقتا دمای بدن میره بالا، بعضی وقتا معمولا به صورت افزایش دمای بدن هست، اما در بعضی مواقع کاهش هم وجود داره. عدم کارایی در دست‌ها و پاها وجود داره. کلن بیشتر اینها انتهاهای بدنشون دچار مشکل هستش. بعضی بیماران دچار مشکلات ادراری میشن، عدم کنترل در تخلیه ادرار دارن، بعضی وقتا در صحبت کردنشون مشکل دارن، لکنت زبان پیدا میکنن، خستگی بدون دلیل دارن، مشکلات گوارشی به خصوص یبوست در بیماران میبینیم و کلن اونها مستعد انواع بیماری‌های عفونی میشن. اینا معمولا نشانه های جسمی هستش. دوم مشکلی که دارن مشکلات در عملکرد مغز هستش، به صورت مشکلات حافظه، عدم برقرار کردن ارتباط با محیط اطرافشون دارن، دچار بیخوابی میشن، بعضی وقتا مطلبی رو که میخونن نمیتونن کامل درک بکنن، به سختی جمله درست میکنن و در هنگام حرف زدنشون کلن مشکلاتی براشون پیش میاد. نشانهای دیگه در مورد سیستم عصبی هستش، یعنی اینا کلن سیستم عصبیشون بعضی وقتا دچار تخریب میشه و این باعث میشه که سری مشکلات رو بر اونها به وجود بیاره، مثل بیهسی و مورمور و گزگز شدن در دست‌ها و پاها، به خصوص در انتهاهاشون این مشکل پیش میاد. بعضی وقتا حالت اسفاس و گرفتگی عضلات دارن، احساس خارش در دست و پاها دارن، پیام‌های عصبی کلن انتقالشون بعضی وقتا به کندی صورت میگیره. و دسته چهارم نشانه های روانی هستش. نشانه های روانی در بیماران ام اس معمولا با افسردگی، عصبانیت، استرس خودشو نشون میده، ناامیدی و اینکه نمیتونن ارتباط خوب با دیگران برقرار کنن، در حقیقت جرأت و شجاعتشون از دست میدن، خودشون رو ناتوان حس میکنن، خودشون رو متهم میکنن و در مراحل خیلی پیشرفته بیمار مشکلات جنسی داره. باز هم میخوام تأکید بکنم که این نشانه ها اصلا باعث نمیشه که عمر شخص بیمار کوتاه بشه، یعنی خیلی از افراد بیمار میتونن مانند افراد سالم به زندگی خودشون ادامه بدن.
حالا یه سری درمان‌هایی که پیشنهاد شده برای بیماری MS، درمان‌های طبیعی. اصلا در اینجا ما در مورد داروهای شیمیایی اصلا صحبتی نمی‌کنیم. یه سری درمان‌های طبیعی که برای بیماران پیشنهاد شده و آمار و نتایج نشون میده که واقعا در بهبود بیماران خیلی مؤثر بوده، یکی داشتن دید مثبت نسبت به زندگی هستش. واقعا تحقیقات نشون میده افرادی که دید مثبت دارن، افکارشون افکار مثبت اندیش هستش، اینها طول عمرشون خیلی طولانی تر هستش نسبت به افرادی که ناامید هستن. باز هم اینجا میخوام یک اشاره بکنم، کلا من با بیماران سر و کار داشتم که اینقدر در ایمان مسیحیشون قوی بودن و بیماری MS داشتن و واقعا اون ارتباطشون با خداوند، اون امیدی که از خداوند گرفتن خیلی در روند بهبود بیماریشون خیلی مؤثر بوده. دومی عاملی که خیلی مهم هستش تغذیه این افراد هستش، چون که معمولا اینها مشکلات تغذیه‌ای دارن به خصوص در زمینه مواد مغذی و آنتی اکسیدان ها. اگر در این زمینه خیلی حساس باشن، یعنی آنتی اکسیدان و مواد مغذی رو به بدن خودشون برسونن، حالا از طریق مصرف سبزیجات و میوه های تازه، دیده شده که واقعا سیستم ایمنی بدن اونها بهتر میتونه کار کرد داشته باشه. و یه چیز خیلی مهم اینه که مصرف شکر و چربی های حیوانی کاملا باید در اینها گذاشته بشه کنار، چون که تمام اینها اثر منفی داره بر روی سیستم ایمنی، ولی برعکس مصرف سبزی و میوه تازه واقعا باعث یک آرامش در اون سیستم عصبی و در سیستم ایمنی میشه و التهاب و تورم رو در سیستم ایمنی کاهش میده. مورد خیلی مهم دیگه که باید رعایت بکنن در مورد تحرک بدنی اونها هستش. ورزش یکی از برنامه‌هایی هستش که برای حفظ سلامتی اونها بسیار مهم هستش، که میتونن مشکلات ضعف عضلانیشون از طریق حالا رفتن پیش یه فیزیوتراپ، از طریق یک مربی که تو این زمینه فعالیت داره، میتونن این مشکلاتشون رو حل بکنن. مورد چهارم در مورد متعادل کردن وزنشون هستش. دیده شده افرادی که اضافه وزن دارن و در حقیقت وزنشون از اون تعادل خارج شده، احتمال پیشرفت بیماری و بازگشت بیماری نسبت افرادی که سعی میکنن وزنشون رو کنترل کنن و در اون حد نرمال نگه دارن، دیده شده که روند بهبود خیلی بهتر صورت گرفته. مورد دیگه کار کشیدن از مغز هستش. دیده شده افرادی که واقعا از مغزشون کار میکشن، حالا از طریق حل جدول، مرور خاطرات گذشته، حفظ کردن یک سری مثلا چیزی که دوست دارن، حالا شعر باشه، آیات از کلام خدا، حتی میتونن واقعا باعث بشن که از مغزشون کار بکشن و روی روند بهبودشون و اون حالت روحی روانیشون خیلی تاثیر مثبت داشته باشه. مورد خیلی مهم این هستش که این افراد باید سعی بکنن که در یک محیطی که بدون استرس هستش فعالیت داشته باشن، چون که واقعا کاهش استرس و آرامش داشتن اثر خیلی مثبتی روی سیستم عصبشون داره. مورد دیگه مسئله اجتماعی بودن هسته. افرادی که توی کارهای اجتماعی شرکت میکنن و فعالیت دارن، باز هم دیده شده که اینها روند بهبودیشون بهتر هستش. و مورد آخر مسئله خواب هستش. واقعا اگر دچار بیخوابی بشن و استراحت کم داشته باشن، در بازگشت بیماری و شعله‌ور شدن بیماری خیلی نتیجه منفی داره و میتونه در حقیقت بیماری رو زودتر شعله‌ور بکنه و روی روند بهبود بیماریشون اثر داشته باشه. در مورد رژیم غذایی میخوام یک اشاره بکنم که سعی بشه که رژیم غذایی که در اینها استفاده میشه حتما اسیدهای چرب ضروری که در کلن گردو، دانه کتان، انواع روغن زیتون و کلن در چربی های گیاهی هستش، حتما روی برنامه غذایی اینها قرار بگیره، به خصوص اونهایی که اومگا 6 اومگا 3 رو دارن، حتما توی برنامه اونها باش. از روغن آفتابگردان خیلی میتونن استفاده کنن برای پختن غذاشون. و مسئله آنتی اکسیدان ها خیلی مهم هستش. آنتی اکسیدان ها در ویتامین A, E, C و ویتامین خانواده گروه B دیده میشه. اگر میتونن در مواد غذایی تازه در میوه و سبزیجات و دانه ها، آجیل ها استفاده بکنن، یا اینکه از مکمل اونها میتونن استفاده بکنن. و یک مورد دیگه سلنیوم هستش که در غلات وجود داره و دیده شده که واقعا در روند بیماری اونها اثر خیلی مثبت داره. خب حالا میخوایم بدونیم که واقعا رژیم غذایی مناسب در بیماری MS چی هستش. پژوهش‌ها نشون میده که معمولا این بیماران به دو گروه غذایی
بیش از گروه‌های غذایی دیگه نیاز دارن. یکی اسیدهای چرب ضروری هست، یکی آنتی اکسیدان‌ها. اسیدهای چرب ضروری اسیدهایی هستن که معمولاً بدن قادر به تولید و ساخت اونها نیستش و باید از طریق منابع بیرونی وارد بدن بشه و جزء اسیدهای در حقیقت اشباع نشده هستن. از پرمصرف‌ترین اسیدهای چرب اومگا 6 و اومگا 3 هستش که در روغن ماهی، روغن دانه کتان، روغن کانونا، روغن زیتون، توی آجیل، انواع دانه ها این چربی به فور یافت میشه که حتما پیشنهاد میشه که بیماران توی سبد غذاییشون هر روزه از این نوع چربی استفاده بکنن، گنجونده بشه و حتما توی برنامه غذاییشون داشته باشن. مورد دیگه که خیلی مهم هستش توی این بیماران استفاده کردن مصرف آنتی اکسیدان ها هستن. کلن حالا میخوایم بدونیم که واقعا اصلا اکسیدان چیه و آنتی اکسیدان چی هستش. هر فرایند شیمیایی که در بدن تولید انرژی میکنه میتونه تولید یک سری رادیکال های آزادی کنه به نام اکسیدان که برای بدن کاملا مضر هستش. غیر از این آلودگی محیط زیست، اشعه ماورای بنفش، همه اینها تولید رادیکال ها و اکسیدان ها رو میکنه. پس بدن نیاز داره که آنتی اکسیدان رو استفاده بکنه که بتونه این رادیکال های آزاد و اکسیدان ها رو از بدن دفع بکنه. خب حالا ویتامین ها، یه سری ویتامین ها وجود دارن که این ویتامین ها در حقیقت آنتی اکسیدان هایی هستن که ما میتونیم از اونها استفاده کنیم برای دفع و از بین بردن رادیکال ها و اکسیدان هایی که توی بدن ایجاد میشه. یکی از اونها ویتامین ای هستش. ویتامین ای آنتی اکسیدان فوق العاده قوی هست که در میوه های خشک مثل فندق، بادام، تخمه آفتابگردان، آووکادو و بروکلی به وفور وجود داره. یکی دیگه از ویتامین هایی که خیلی مهمه این افراد استفاده کنن ویتامین سی هستش که سرشار از آنتی اکسیدان هستش. همطور که میدونید ویتامین سی در انواع مرکبات، سبزیجات و میوه ها وجود داره. ویتامین ای هستش که اون هم در میوه و سبزیجاتی که معمولا به رنگ زرد و نارنجی هستن ما میتونیم پیدا بکنیم، مثل هویج و کلا میوه های رنگی به راحتی و به وفور دیده میشه. یکی از مینرال هایی که و مواد معدنی که خیلی ضروری هستش و آنتی اکسیدان خیلی خوب هستش سلنیوم هستش که در غلات وجود داره و ما میتونیم از اون برای برنامه غذاییمون در این بیماران حتما استفاده بکنیم. خب عزیزان، امیدوارم که این راهکارهای تغذیه‌ای که به شما داده شده مفید بوده و حتما توی برنامه غذایی روزانه‌تون از اونها استفاده بکنید. خیلی خوشحالم که دوباره امروز فرصت شد با شما عزیزان باشم و امیدوارم که در برنامه بعدی شما رو خیلی زود ببینم. شما رو به دستای پدر آسمانی میسپارم. امیدوارم که در فیض خداوند عیسی مسیح باشید و قوت و حضور روح القدس با تک تک شما عزیزان باشه و بمانه. آمین. خدا نگهدار. تو دست شدن تو
کن به عیسای خدا من. او قادر از بار گرانت را بگیرد، آرامش و عشق و امید جایش گزیند. یار تو خواهد شد اگر نامش بخوانی، با تو به ما ندو اگر در وی بمانی. عیسی گوید تو را ای گرانبار نزدم بیا، میخواند نام تو را ای گناهکار نزدم بیا. شکست داری سرگشتی و بی قراری،